بالاترین و بهترین چیزی است که میتواند به دست بیاورد، نه اینکه مجموعه کمالاتی است که در خور آدمی چیز کدوم اینها. یه منزلی است، یه منزلگاهی است و اهمیت خودش رو داره به اندازه خودش، نه بیشتر از این. یک راه است نه یک مقصد. ولذا لا تجعل دنیا اکبر هم منا، بالاترین همت ما مبادا دنیا و زندگانی دنیا و رفاه دنیوی باشد. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، انسان مصیبت بدنی داشته باشه بهتر از این است، یا بگیم مریض بدنی باشه بهتر از این که مریض روحی باشه، مریض روحی باشه بهتر از این که مریض عقیدتی باشه. یعنی یک خدای غلط رو بپرسته، یک اندیشه های باطلی در مورد انسان و سعادت و عاقبت داشته باشه، اینا مصیبت دینیه. بتی رو بپرسته و گمان کنه که خدا رو میپرسته، مشرک باشه گمان کنه که موحد است، دنبال کسانی را بیفته که فکر کنه اینا راه نمایان واقعیان، در حالی که کارشون جز گمراهی نباشه، و شیوه هایی را از اونها یاد بگیره، راه های ناسوابی رو به او بیاموزانند که به جای اینکه برای مردم سعادت بیاره شقاوت بیاره. این میشه مصیبت عقیدتی، این میشه چیزی که به هر حال بدتر از هر بیماری و هر مرض و هر آفتی است. و دعای پیامبرم این بود که حالا بیماری اگر هست و ضعف اگر هست اینا به جای خودش، اما در دین ما، در اعتقاد ما، در آیین ما نباشد. او بدترین نوع بیماری است. و سومیش هم این که لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کسی زبردست ما نشود، سلطه بر ما پیدا نکند که به ما رحم نمی کند. یعنی عادل نیست، یعنی مشفق نیست، یعنی حقوق ما رو رعایت نمی کند، یعنی به انسانیت ما احترام نمی گذارد. اینا همه معنای رحمه. رحم فقط معناش این نیست که آدم از سر ترحم به یک زیر دستی نگاه بکنه و کمکی بکنه، معناش این نیست. رحم همون رحمت هست، همون چیزیست که در آدمی پیدا می شود، مهر است، مهربانیست. مولانا می گوید که پیغمبر که پیغمبر بود ولی عایشه رو دوست داشت، اون که عالم مست گفته او بودی، کلمین یا همیرا می زدی. کسی که همه دنیا باید می آمدن می نشستن پای سخن او و از او چیز یاد می گرفتن، او خودش به عایشه می گفت که تو بیا بشین با من حرف بزن، من می خوام سخن تو رو بشنوم. بعد مولوی میگه که این ظاهرسازی نبود و پیامبر واقعا عایشه رو دوست داشت و از سخن گفتن او لذت می گفت. و می افزاید که این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است آن از کمی است. یک چنین خاصیتی در آدمی است که دیگری رو دوست داشته باشه، از دوست داشتن دیگری لذت ببره، کمال خودش، شکوفایی خودش رو در این محبت ورزیدن، در این محب بودن و محبوب بودن ببینه. بعد میگوید که این گونه مهرورزی و عاشقی در حیوانات نیست، اونم از کمی است، از نقصان وجود اونهاست. آدمی که کامل تر از اونهاست اهل مهر، و این مهر همونست که به عربی ما بهش رحم میگیم، بهش رحمت میگیم. لذا قصه ترحم به معنای منفی کلمه یا نگاه زبردستانه به زیر دست نیست، بلکه به معنای مهر ورزیدن است که عدالت و شفقت و کرم و همه اینها هم در دل او نشسته است. این هم دعای پیامبر است که در این شب باید کنه. و بعدم هر کسی دعای ویژه خودش رو، شما ببینید که در طول زندگیتون چه چیزی رو واقعا ندارید و واقعا طالب او هستید و حتی کوشش هم براش کردید، این میشود دعای شما. و همیشه روش تأکید بکنید، این طرف و اون طرف نگاه نکنید و اون رو خواسته خودتون همینطوری چکش بزنید و تأکید بکنید و جلو برید و انشالله نتیجه اش رو هم میگیرید. هیچ کسی نیست، گفتن دیرون، که در طول عمر خودش یک خواب راست ندیده باشه. بالاخره آدم ها خواب زیاد میبینن، ما همه میبینیم و دیدیم، خواب های آشفته البته فراوان، خواب هایی که معلول شکم پره، معلول خیال ناراحته، معلول نزاع هاییست که در طول روز با این و اون کردیم، اینا بله اکثریت خواب های ایناست. البته عوام تمایل دارن که خواب هاشون رو معمولا همه
آینده بدونن، فکر میکنن که از آینده پرده برمی، در حالی که اینطوری نیست. 99% خوابها منوط به گذشته، یعنی اینی که در قبل چه گذشته آدم چه گرفتاری هایی داشته، با کی چه زد و خوردایی کرده، یا چه دغدغه هایی داشته، یا در درونش چه میگذشته و میگذره، یا چه آرزوهایی داره، که اینا همه به زبان خواب و به شکل دیگری جلوه‌گر میشه. گاهی نادرن میشود که یک خواب آینده نگر، یک رؤیای صادق پدید میاد، خیلی کمه که واقعا خبر از آینده میده، البته به زبان خواب که تعبیر لازم داره، که زبان رمزی و سیمبولیکه. گفتند که شاید تو بعض از روایات هم باشه که هیچ کسی نیست که در طول عمر خودش یک خواب، یک رؤیای صادق نداشته باشه، و هیچ کسی نیست که در طول عمر خودش یک دعای مستجاب نداشته باشه. حالا شما این رو با خودتون بسنجید، در میان بگذارید، ببینید اینطوری بوده یا اینطوری نبوده. البته من به شما نرجو کنم، دعا رو برای محالات باید کرد، برای ممکنات نباید کرد. کارهایی که ممکنه آدم خودش باید بکنه، بالاخره بره زود بزنه، زحمت بکشه، کمک این کمک چیزایی که واقعا شما فکر میکنید محاله، یعنی عرفن و عادتا نشدنی، یعنی محاله مطلق نمیگن، یعنی خدای دایره بیافرین که مثلا شعاهاش با هم مساوی نباشن، نه اونو نگفتن، اونو دکارت میگفت، خدا اون کارم میتونه بکنه، بعدن از دست برداشت ازن. ولی محالاتی که عرفن و عادتا محاله، دعا رو اونجاها باید کرد، یعنی اونجاست که شما باید خدا رو به میان بیارید و ازش واقعا کمک بگیرید. و بعدم البته خیلی لذت بخش آدم وقتی که یک دعای مستجابی رو میبینه و متوجه میشود که یه اراده دیگری ظاهراً در این جهان هست که فوق همه اراده هاست و یک توفیقی هماهنگی بین حوادث ایجاد میکنه که انسان اساساً انتظارشو نداره، احتمالشو نمیده و بعد یک امری به وقوع میپیونده. این از اونچه که مربوط میشود به شب قدر، که ما هم البته از دوستان انتظار داریم که در دعاهاشون همگان رو منظور کنند و خیری رو که از خداوند میخواهند برای همه بخوان، نه فقط برای همه ایرانی ها، برای همه مسلمان ها، برای همه مردم جهان، بالاخره همه بندگان خداوندن، فرق نمیکنه، خیر باید برای همه خواست. ما مسلمان ها نزدیکتر به خدا از دیگران نیستیم، خداوند با ماها قوم خویشی نداره و همه رو او آفریده، همه رو او رزق میده، همه زمام اختیارشون به دست اوست. یک نیکی اگر نیک است، اگر خیر است، اگر برکت است، برای همه باید بخواهیم، فرقی نمی کنه. و در مقابل خداوند هم همه مساوی هستن، فرقی نمی کنن. و اتفاقا اگر مقدمه‌ای که مولانا بر مثنوی نوشته نگاه کرده باشید، دفتر اول مقدمه‌ای به زبان عربی نوشته در وصف مثنوی که این کتابی که به دست گرفتید چه جور کتابی است. خب البته خیلی 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 در وصف کتاب خودش اوصاف بسیار عالی به کار برده که میگه این اصول اصول دین است، در کشف اسرار اصول و یقین و غیره و غیره، کشف القرآن است، جلاء الاحزان است. عرضم اینه، میاد پایین و توضیح میدهد که چگونه این مسئله سروده شد، لستدعای سیدی و سندی و معتمدی و ذخیره به یومی و قدی، کسی از من استدعا کرد حسام الدین باشه که سید من بود، سند من بود، ذخیره امروز و فردای من بود، معتمد من بود. و میگوید که نسب او به ابوبکر صدیق میرسد، تا باز میاد پایین و در حق مردم دعاهایی میکنه. حالا غرض من این است، بعد از این دعا این شعر عربی رو مینویسه، میگه و هاذا دعاء لا یرد فانه دعاء لاصناف البریه شامل. میگه این دعا حتما دعای مستجاب است، چون دعایی است که خیرش به همه مردم میرسه. حالا ببینید این یه علامت مهمی است، هاذا دعاء لا یرد فانه دعاء لاصناف البریه شامل. وقتی که شما همه رو منظور میکنید،